بسم الله الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب انور الحق حدی د کرنیو بلګولو او مالداري وزیر د وزارت رنو رئیسایبانو و هواورینو زمونګ دن رضوییم خبرینه څخه خلاص په پخیل کې پدیر درنخل جناب وزیر صاحب وختونه کو چې خپل ویناول لري بیا بیا تاسو وختینه راوخلو ڈاکٹر شمیره باندې بسم الله الرحمن الرحیم خصهار دراسنیو محترم استادو اطلاعات د دلسر سنې محترم کمیسيون محترمه خوين درونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوښیم سنند افغانستان د کرنې او بولوګولو او مالداري د وزیر په صفت تاسو ته د دې وزارت د ديالسونه نه نویم کال د کرنې په حقله معلومات ورکوم کارانه او مالداري د افغانستان د اقتصاد لوی برخې جوړوي د هیوات شپږ پنځوس سالنه خلک مستقیما په کارانه او مالداري مصرفتي او د ملي عواید او اتوي سالانه له همدي سکتور نه تاهيه کوي د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت مو خداده چې په هیات کې کرنه او مالداري ته ودا ورګي د کرنيزو او حيواني محصولاتو تولید ډېر کې او د هیات ملي اقتصادي په واده کې کرنه او مالداري خوندول دي برسیره پر دې دا وزارت هیات د طبي سرچینو د ساتنې او روزنې او د چاپیریال ساتنې سره د دا مرستې دانده دا حامل دی په ورنسته کې د کرینیزو محصولاتو تولید کاچا د سیمه دي هوادونو په مقایسه نسبتا ټیټه ده زمنګ د کرینیزو محصولاتو د کموالي عمده, عمده عوامل د اوبو کموالي لنوی ټکنالوژي نه کم استفاده او د حقی په حق له د بازګرانو کم معلومات په کارونه کې له ماشنونو نه کم استفاده لکیمیاوي سرنه ناصه ما استفاده او په تولید کې د تجارتی انګېزي کموالي ده د کریني او بلګولو او ملدري وزارت په تیر څوکلو نو کې هڅه کوي سټیوي منظم ستراتیژي او کاری پلان پر اساس د پورته ذکر شویو نمګړتیاو په حقله اقدامات وکړي ترڅو د هواد کړي محصولات ډیر شي د کارنې او بلګول او مالداري د وزارت د کار ساحه ډیره پراخه ده د دې وزارت د ټولو هغو فعالیتونو سپټمبر 1999 کال کې اجرا کړي پور راپور به ډیر وخت ونیسی د کرونې وزارت د خپل ټول فعالیتونو مفصل راپور نشر کړي او تاسو یې د وزارت ده معلوماتو له دفتر نه ترلاسه کولای شئ نن بز په اجمالی ډول د وزارت د 2019 کال عمده فعالیتونو باندې وغږیږم ಸರال دي چې د کرونې ناروغي لامل په کارونه کې یو څکم ضرورتیا طبي و خود کرنې او بلهګولو او مالداری وزارت د کرونې لستونز سره سره په 2019 کال کې ډیر فعالو یاد وزارت خپل عادی بودیجه چې 1900 ملیون افغانۍ په حدود کې و تقریبا 2 ل مسرف کړه او پرختیايي بودیجه 34 میلیارد افغانۍ جګه و اتیا سالانه و لګول دا سده کال پنیمایي کې د وزارت انکشافي بودیجه فوق لاده ډېر سو اتیا سالانه مسرف د تقدیر ورده په هر حال اوسبتا ست د وزارت د 1990 کال د غټو پرختیايي فعالیتونو په حق له لا نسبتا لاند معلومات درکوم حضار محترم افغانستان از لحاظ اقلیمی ساحه خشک یعنی ما خشک است بنان آبیاری نقش عمده در بلند بردن سطح محصولات زراعتی دارد وزارت زراعت ازدیاد زمین های زراعتی آبی را یکی از کارهای عمده خود می داند. قبل از کودتای سوری 1357 افغانستان 3.2 میلیون هکتار زمین آبی داشت. در نتیجه جنگا، ها زمین آبی در کشور به کمتر از 2 میلیون هکتار تنزیل کرد. اما در نتیجه فعالیت های حکومت در چند سال گذشته بیشتر از 500 هزار هکتار زمین که لامزرو شده بود بار دیگر به زمین آبی تبدیل شده در سال 1399 وزارت زراعت آبیاری و مالداری 121 شبکه آبیاری 435 کانال فرعی به درجه دوم و سیم 120 زخیرگاه خاکی آب باران 121 آبریزه کوچک آبیاری 200 چکدم هفته حوز ذخیره آب را اعمار نموده و صد پایه واترپمپ سولری را توضیح کرده است. در نتیجه فعالیت های انکشافی آبیاری وزارت زراعت آبیاری وزارت زراعت در سال 1399 در حدود 97 هزار هکتار زمین نو آبیاری شد و یا به زمین که آب کم داشت آب کافی رسید. به صورت مشخص در سال 1399 ساحه کشت گندم 5 فیصد زیاد شد. ساحه کشت شالی ده فیصد زیاد شد و 25 فیصد جلو زایعات آب گرفته شد با اعمار بیش از هفت هزار متر دیوار استنادی و گبیون بیشتر از چهار هزار هکتار زمین زراعتی در مقابل تهدید در دریا حفاظت شد سیستم آبیاری قطرهای از آب کم استفاده اعظمی می کند در سال 1399 وزارت زراعت و آبیاری این سیستم را در هشت هکتار زمین تجربه کرد ابیاری قسمت مهم پروگرام های انکشافی وزارت زراعت در آینده هم خواهد بود برای سال 1400 هم ما برنامه وسیعی برای اعمار شبکه های ابیاری کانال ها چقدم ها و دیوارهای استنادی داریم توقع داریم که در سال 1400 هم در حدود 80 هزار هکتار زمین بیشتر نو آبی شود و یا آب کافی برایش برسد وزارت زراعت آبیاری و مالداری استفاده از سیستم آبیاری قطرهی را در سال 1400 و بعد از آن هم انکشاف خواهد داد علاوه بر ازدیاد زمین آبی تخم اصلاح شده در ازدیاد حاصلات زراعتی نقش عمده دارد قرار است که تخم اصلاح شده حاصلات را در حدود ۳۰ فیصد زیاد سازد وزارت زراعت، ابیاری و مالداری در ماه اقرب سال 1399 پروگرام توزیع 14 تن تخم اصلاح شده گندم را به 280 هزار دیقان در 34 ولایت افغانستان اجرا کرد. ما این پروگرام را امسال به وقتی که قرار بود آغاز شود شروع کردیم. ولی متاسفانه که نسبت برفباری قبل از وقت نتوانستیم که بیشتر از 80 فیصد این تخم را توزیع کنیم. تخم باقی مانده در دور بعد <coughs> به دیهاقین توضیح خواهد شد دیهاقین فقط 40 فیصد قیمت تخم اصلاح شده را تادیه می کنند بقیه 60 فیصد قیمت تخم،, تخم کمک حکومت و بانک جهانی به دیهاقین است در سال 1400 وزارت زراعت 16 هزار تخم تن تخم اصلاح شده گندم دیگر را به دیهاقین توضیح می کند تاثیر تخم اصلاح شده بر محصولات خوب است در سال 1399 محصولات گندم نسبت به سال گذشته بیشتر از سی هزار متریک تن بوده من قصد دارم که به زودی پروگرام توضیح تخم اصلاح شده گندم را بهتر تنظیم نماییم تا توضیح لاقل دو یا سه هفته قبل از موسم کش تکمیل شود و در سر کشور از تخمه اصلاح شده استفاده شود برنج هم یک قلم عمده غذای مردم افغانستان را تشکیل می دهد زرع برنج در 19 ولایت افغانستان رایج است در چند سال اخیر استفاده از تخمه های اصلاح شده برنج تشویق شده در سال 1399 ساحه کشت برنج ده فیصد زیادتر نسبت به سال 1398 بوده اما حاصلات برنج 16 فیصد بیشتر بوده حاصلات برنج در سال 1399 بالغ به با 440 هزار تن شد در حالی که تقاضا برای برنج در حدود 600 هزار تن است پالیسی تشویقی حکومت در سکتور برنج تاثیر خوبی داشته و ما امیدوار هستیم که در سال 1400 و بعد از آن هم قوس سعودی حاصلات برنج دوام کند البته وزارت زراعت به توجه خود به این سکتور دوام می دهد وزارت زراعت در سال 1399 در چندین ولایت برای ترویج نوع بهتر برنج برنج 1820 فارم نمایشی را تنظیم کرده تا دیهقین <coughs> از نزدیک بانوای با بهتر و پرحاصل برنج آشنا شود سبزیجات ارزش پولی بلند دارد وزارت زراعت در ترویج زرع سبزیجات می کشد. در سال 1399 وزارت زراعت 1350 مزرعه نمایشی سبزیجات را در ولایت مختلف که شهرهای کلان در آنجا واقع هستند تنظیم کرده بود تا دیحقین با تخمای اصلاح شده سبزیجات آشنا شود. همچنان امسال این وزارت 210 سبزخانه اصری و 1290 باغچه خانگی خود را برای خانم های بی اعمار کرده و این وزارت 500 مزرعه نمایشی پخته و 903 مزرعه نمایشی زعفران را در سال 1399 تنظیم کرد این وزارت در سال 1399 در بیش از 4000 جریب زمین که در ان سبزیجات کشتې شوېده بود در 166 هکتار باغ انګور او در 22 هکتار باغ دیگر میوې جات 40 عمر کرده او 3394 ست وسایل باغداری را به با باغداران توزیع کرده محترم حاضرینو د کرنې متخصصین په دی نظر دی چې په افغانستان کې بنوالی د کرنې د نورو برخو په مقایسه ډیره ګټه لري افغانستان د نور هیوادونو سره د میوه په برخه کې هم د کمیت او هم د کیفیت له حاضر رقابت کولای شي د کارنې وزارت په تیر 200 کلونو کې بغداري ته خت توجہ کړي او پلان رمته کې د بنونو ساحه د نیم چنده سویدا د نېچلپی پروژې په دې برخه کې خف فعالیت کړي نې اواز د دا باغونو ساحه جره سوي بلکې د وونو بهتر نسل او لروزلسیو نېالګوې نه استفاده سوي په 1990 کال کې د افغانستان د میو په حاصلات کې په حاصلاتو کې شلفي صدها زیات و لای راغله دا وزارت ډیره د دی میو میودارو ونی قوري جوړې کړي او په 1990 کال کې یوازې انچلپی په څلور څلورځو زرو یو سل پنځه و جریبو زمکو کې په و ولایتو کې د 1991 افغان په مصرف د میودارو ونه نالګي اخيدي <coughs> امدارنګ یانګورو علو بخارا او خورما او انار او منو شفتلو از مکانی توتان او توتان او بنونه یو جوړکړی دي متاسفانه سنړیوال بانک تصمیم نیولای چې د انچل پی پروگرام قاتګری که بنوالی د افغانستان د کرنې او د ملي اقتصاد په واده کې لوی برخلرې او د کرنې وزارت حسه کوي چې د 14 سم کال لپاره خپل نورو پروژو نه یو څه بودیجه د باغداري لپاره راوګرځوي او د بنونو د پراختیا پروژه تا دوام ورکړي خو دې ترڅنګ موږ د شایئ بانک سره په تماس کې یو چې د نیچلپی په شان یو بل پروژه د باغداري د ودی لپاره منزور کړی زپتي حق له خوشبيني م د کرنې وزارت باندې بغداري د ودې پروګرام ته دوام ورکوي په دې حقله د کرنې وزارت د انګورو انزرو بادام او د سترس د ودې او پروسس لپاره اقتصادي شورا ته وړاندیزونه کړی ان شاء الله ستاسو وړاندیزونه به ومنل شي بېجاب با ورته پیدا شي او د بنوالۍ د ودې په برخه کې به یو بل لوی ګام واخلتل شي د کرنې زو محصولات و پروسس یو مهمه موضوع ده پروسس کول یا زراعتي صنايو جوړېدل د کرینیزو محصولات او ارزښت ډیر زیاتوي دا وزارت کریني صنعت تشويقوي لزینو کرینيزو صنعتي فابريکو سره مالي او تخنیکی مرسته هم کوي دا او خوشبختانه چې په تیر دوه میاشتو کې زین لوی د کریني صنعتي فابريکې لکه البادر د کندهار کمپلیکس او بوستاني سبز د پروسس شرکتونه افتتاخول د <متحدث> یا رسونه نوی هم کال کې د کرنې وزارت یو لوی پروژه د کرنې محصولاتو د موديات <متحدث> په نوم وچاله وله د دې پروژه احمد په دې کې و چې تشویش موجود <متحدث> و چې د کورونا د ناروغي له عمله په بندرونو کې لامل په بندرونو باندې او د افغانستان کرنې محصولات به خپل انانوی خارجي بازارونو ته ونرسول سي د دې احتمالي حالت سره د مقابله په خاطر د حکومت پتاي د کرنې وزارت تصميمونیو چې لوی وي خو ډیری وډي سړې خونې د کرنې زو محصولات لپاره جوړې کړې او لبلخه ځیني محصولات وچکی چې د استفادې عمر اوکسي دغه پروژې له ویخه خلکو ته مؤقتی کارونه ایجاد کړل او لبلخه یې زاريونه ته وخ ورکړ چې خپل محصولات نه خې استفاده وکړي دغه پروژې تقریبا 800 میلیارډ افغاني بودیجه درلوده چې د 15 میلیارډونه زیاتې مصرف شو په د یا نسو نه نویم کال کې د کرنې وزارت د کرنې او محصولاتو مدېت د پروژې بلاري په ټول هیواد کې نږدې 10000 صفر انرژي سړې خونې او اومميز خونې جوړې کړي دي سله دې جملینا د پیازو 3053 او د کچالو 2891 صفر انرژي زیر متن متنونه 31281 ته ممي څونه او د انار او منو 3150 يا صفر درجه سړي خونه جوړي کړيدي دغه خونو نوې سالانه مصرف د کرنې وزارت او لسل سالانه مصرف د خلکو لپاره ورکړل شوی دی د یو اتکل پر اساس دغه سړي خونو او ممي څونو د یو سل 15 تر 0 تنو حاصلاتو د زای کېدو مخنیولې ده دغه پروژه په خلکو کې محبوبیت لري او د کرنې وزارت په لاندې سي له 1500 تر 2000 پورې نور همدا سړی خونی او ممي سخونی په بیلوبل بیلو بیلو ولایتو کې په 1400 کال کې جوړی کی, کی, کی. <coughs> زنګلون د افغانستان مهم طبیعشتم نه ده د څول کډتان مخ کې افغانستان یو اشاری 9 ملیون هکتار زنګلون درلودل په تیرو پا سو کلونو په جنگلونو کې زنګلونو ته سخت زیان رسیدلای چې په کال 2001 کې د افغانستان زنګلونو ساحه یو اشر درې میلیونه هکتار و تراټیټسوا کوټه کاري وزارت د حکومت د پالیسی په چاوکاټ کې په تیرو سو کلونو کې هڅه کړه چې زنګلونه بیرته احیا کړي او تر اوسه یې څه باندې 30000 هکتار زنګلونه احیا کړي دي البته د ټولو زنګلونو احیا د ژوند د محید پر کافيات باندې ښه اثر لري کپ زنګلونو کې د پسته زنګوځي او چرمخ زنګلون خاص اقتصادي اهمیت حامل دي دا د حکومت پالیسی ده چې زنګلون په لویه کې او د پسته زنګوځي او چرمخ زنګلون په خاص ډول احیا او پراخه کړي په همدې اړه د کرنې وزارت په 2009 کال کې دو ملیونو پنځنه ویزره اصله د زنګغوي زنګغزوي او چارمغزونیالګي روزلي او 3200 دروي سکتاره د چارمغز او زنګغزوي زنګلون بهر ته احیا کړی او توسای ورکړی دا د دې درې وړو غزوي بیننلی بازارونه خدي او د کرنې وزارت ده ده <تصفح> ده 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 په سواله سو کال کې پلان لري چې تقریبا 1000 هکتار د پسته د زنګوځي او چرمغزو ځنګلونو احیا کړي او شپږ اشهره سلور ملیون نه یالګیبا غوښکړي د پسته د تولید لپاره هغو پروژا په نظر کې نیولسوي او د زنګوځي او چرمغزو د تولید لپاره په پکتیکا پکتیا خوست کنار نورستان او لغمان کې پروګرامونه په نظر کې نیولسوي په څوار لس او کال کې په لنګر او لغمان کې په درې سو اتلس هکتار ازمکه کې دوه میلونه د بیري نیالګي غرسوې دي همدارنګه زعفران، زیره، هینګا او خګولہ خټوجرتی ارزښ لري او د کرنې وزارت د دغه بوټو د تولید زیاتوالي او تجارت په حق لا فعالیت کوي په دیال لس او نه نویم کال کې د زعفران تولید یو استانو ته ورسیده چې د بازار بای اتلس میلونه ډالر وو 5 ډالر په دوت کې و د اعفران تولیدونکي څه کال د کورونا لامل عمله د څو مشکلاتو سره مخ تي کویل ده چې په څوار لسو کال کې به د غښتونزې аваري سي د هینګې د تولید ډیروال لپاره هم د کرنې وزارت د هینګې شرکت سره پروګرام لري د دې نه بعد تولید او اواید به ډیر زیات سي ښاوره محترم مالداری قسمت مهم اقتصادي افغانستان است وزارت زراعت او مالداری اهمیت مالداری را درک میکنه متاسفانه که در چند سال گذشته بودیجه مالداری نسبتاً کم بود من کوشش می که توجه دوناران را به اهمیت مالداری جلب کنم و صحبت های مقدماتی در این مورد صورت گرفته من خوشبین هستم که به همان طوری که سرمایه گذاری بانک جهانی در باغداری افغانستان تغییر قوی را در باغداری آورد سرمایه گذاری بانک آسیایی در سکتور مالداری تغییرات کلان مثبت را در این سکتور به میان آورد قسمت اعظم فعالیت و وزارت زراعت و مالداری در قسمت مالداری متوجه صحت حیوانی بوده. در سال 1399 بیشتر از 5.5 میلیون دوز واکسین به حیوانات ترزیق شد همچنان چندین حوز برای شستن حیوانات در چندین ولایت ساخته شد همچنان سه باب کلینیک در ولایت کابل و کندز ساخته شد و قرارداد برای ساخت 57 کلینیک صاحه و ترنری امضا شد همچنان این وزارت شش استیشن القای مصنوعی را در کابل، کنر، هلمند، تخار و بدخشان ساخت. افغانستان سالانه 290 هزار تن گوشت مرغ مصرف می کند. در چند سال گذشته حکومت سیاست حمایت از تولید داخلی گوشت و تخم مرغ را تحقیب کرده که اثر آن بر رشد این سکتور فوق خوب بوده. حالا تولید داخلی ما تقریبا 220 هزار تن گوشت مرغ و 600 هزار بیزه تخم است <تصفح> حکومت فعلا هم از تولیدات داخلی حکومت میکر، حمایت میکرد. <تصفح> وزارت زراعت با شرکت های مرغداری کمک می کند و طرفدار دوام سیاست حمایتی حکومت از این سکتور است در سال 1399 وزارت زراعت 4722 فارم مرغ تخمی 20 60 و صد قطعی را در چندین ولایت افغانستان ساخت همچنان این وزارت امسال در ساخت 40 فارم کلان مرغداری کمک مالی کرده است این وزارت پنج مرکز پروسس شیر را که کلانترین در کابل به ظرفیت 3000 لیتر روزانه است و پنج مرکز جمعآوری شیر را ساخت و این وزارت و سکتور خصوصی 350 فارم مایانی گرم آبی و سردابی را در سال 1399 ساخته است. برای تمویل فعالیت های زراعتی و مالداری، وزارت زراعت، ابیاری و مالداری یک صندوق به نام صندوق انکشاف زراعتی یا ایدیف دارد که به متشبیسین زراعت و مالداری قرضه می دهد. در سال 1399 این صندوق بیشتر از یک میلیارد افغانی را به 2800 دهقانان و متشبس قرضه داده است. با وجود آن که کارکرد وزارت خوب است ولی احتیاجات وزارت بسیار زیادتر از امکانات این وزارت است. تا هنوز لابراتوارهای وزارت, وزارت میاری نشده اند. وزارت و پرسنل مسلکی قوی ضرورت دارد. وزارت باید ظرفیت تحقیقات علمی را داشته باشد. وزارت تا هنوز نتوانسته است کاری مؤثر راجع به زمین للمی کنند. مشکل عمده در وزارت نبودی بودیجه کافی است ولی با وجود این محدودیت ما همیشه میکوشیم میکوشیم در بخش های کاری خود پیشرفتی داشته باشیم تشکیل وزارت نسبتاً کهنه است در سال 1399 وزارت زراعت آبیاری و مالداری در تفاهم با کمیسیون اصلاحات اداری تجدید نظر به تشکیلات کرد و کوشش کرد که تشکیلات خود را که مرکز محور است بیشتر دقان محور سازد در سال 1400 ما ریفورم تشکیلات را ادامه می دهیم و پرسنل وزارت را بیشتر مسلکی می سازیم متاسفانه که فساد اداری یک مشکلی است که همه ادارات دولتی از آن آسیب دیده اند وزارت زراعت آبیاری و مالداری طبعا از پالیسی های ضد فساد حد حکومت پیروی می کند و از مقامات کشفی و عدلی خواهان مؤثریت بیشتر در مبارزه بر ضد فساد است علاوه بر این این وزارت نظارت داخلی را هم قوی تر می سازد تا در کشف و از بین بردن فساد نقش مستقل را نیز ایفا کند همان که در آغاز گفتم که ساحه کار وزارت زراعت خیلی وسیع است و بحث همه ابعاد فعالیت های این وزارت بسیار زمانگیر می باشد من فقط چند انکشاف مهم و نیمه مهم سال 1399 را به حضور شما دوستان پیشکش کردم لست کامل فعالیت های انکشافی وزارت در سال 1399 بیشتر از فعالیت های از که من از آنها یاد کرده وزارت زراعت آبیاری و مالداری استراتژی و پلان واضح و مفصل برای انکشاف زراعت آبیاری و مالداری دارد پلان کاری ما در سال 1399 مبتنی بر استراتژی انکشافی این وزارت است و پلان کاری ما برای سال 1400 هم مبتنی به استراتژی انکشافی ما است زراعت و مالداری در افغانستان پتانسیل قوی برای انکشاف و توسعه دارد ما مصمم هستیم که رشد زراعت و مالداری در افغانستان سریع کنیم مسئولیت غذایی مردم مردممان را تامین کنیم از منابع طبیعی زراعت استفاده خوب کنیم و در راه رفاه مردم خود خصوصا دهقین جد و جهد نماییم ان ما کامیاب می شویم و هر سال خبرهای بهتر را به شما تقدیم می کنیم و من الله توفیق تلدیوی افغانستان پاینده بعد افغانستان یشستن افغانستان تشکر اګه راځي اهدې سوالونه را میگیریم سه سوال یک ځای <سؤال> فکر کوم مې سه <سؤال> سواله ده سه <سؤال> ځای د هاشمی ما ارټینم وزیر سپ د ټولګه خداده چې نن موک د کرنې وزیر دلدلزان سره د څو پرله پسو برنامه متاسفانه چې د ډېر ټیټه درجه خلق دلتا په دې سټیج نه استو دا جواب ورکول لپاره دا یو خبر دا 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 دی لمغ لپاره هم چې دا د لړۍ امداسه دوا موکړي زموږ مشخص پښتنه په کابل کې تقریبا کال وړاندې د څاروي او د حلالي لپاره پرشوره کی یو مرکز جوړ شو چې د دې وروسته به د کابل ټول څاروي او د حلالي کې د خار د چټلې د مخنیوي لپاره خو لدغه ځای وڅ باندې او دغه پروسه امداسه ولرډې لتونڅې دي دویم موضوع تاسو د زافرانو ویل چې یوش ټنځنه واضح هم وي چې تقریبا د افغانستان ودرش ټنا صادرات شې د خولی رستمي څخه به ده هم رد کړه خو د ایران د زافرانو واردات دی په کاچاقي ډول راځي افغانستان ته او بهل افغانستان د لاري بیت افغانستان په نوم نړیوال بازارونو ته زی چې د زافرانو د کاروبارونو ستونزي هم ډېر کړی په نړیوال بازار کې د افغانستان د زافرانو هغه کیفیت هم لستونځ سره مخ کړی ستونزي هم جوړ کړی تاسو جواب پدېار که څه هم تاسو وایئ چې ګمرکونو مسولیت د مالی وزارت یا د کورنیو او چارو وزارت د خوده کړنې وزارت د فساد مخنیوي وبرخه کې پدې برخه کې څکړې دي د کاچاق در دې ترڅنګ د ایران مالټي هم راځي د نور او به افغانستان په نوم صادریږي بل په ختنه مې د سړو خونو په اړه کېده وسم موږ څو سړي خوني لرو لوی سړي خوني البته کوڅنی تاسو ول پزنو سیمو کې جوړی شوی هغه لوی سړي خوني چې د 0 ټنو تر 15000 ټنو کیفیت ظرفیت لري څو سړي خوني لرو ځکه زموږ زیات میوي د سړو نخون خونو د درلودل عملا خصاکيګي او بیا په خپل حسرات د لسو سړي خوني لرو په هیات کې لوی شکور سوال پديم وزیر صاحب ډیر ازياته مننه کوم رحب الله حنیفی هم د ولسی جرګې تلویزیون نا که سام امکانمو یو یوټوب تختنی وکړلې خوشاله مشخصا ظفرانو باندې تایید کوو هغه دا چې ک مشخص شي چې د تیر کال په پرتل د ظفرانو په تولید کې څومره ډیرواله راغلې ده مننه شما بفرمایئ تشکر وزیر صاحب مابهنوشه ستاسو مستلزم تمدون ما دو سوال دارم یک سوال در رابطه به قاچاق گوشت مرغ و مرغ پاکستانی است به کشور شما گفتین که ما توانی داریم که در داخل افغانستان گوشت مرغ تولید کنیم ولی متاسفانه گوشت مرغ از پاکستان قاچاق میشه که بازار تولیدات داخلی را بارکود مواجه ساخته و دومی که نبود سردخانه های معیاری یکی از چالش ها فراروی محصولات زراعتی است که نگهداری نمیشه در فصلی که محصولات زراعتی ما فصلش از تولید میشه به پاکستان صادر میشه و بعد از او در فصل بعدی از پاکستان دو چند یا سه چند وارد افغانستان میشه و به آیزی افزایش پیدا میکنه تشکر چرا کار ای رابطه صورت نگرفته؟ تشکر بفرمایین حدیث <تصفح> <تصفح> خا ا بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> اول <سؤال> خبر علی مصلحو په ارتباط باندې او یو 15 لوی مصلخونه دی حکومت لخوا نه جوړسوی دي Uh, خدا پر اساس پی 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 دی یعنی دی غلخانه دی حکومت او دی خصوص خصوصي سکتور له خوا شریک دی, دی غدي فعالیت دی دا, دی 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 دا دی که سهویدي خلاصي بي دي تر سپوري د شيو قرار دادي ورتنه د پیداسوي په سکتور خصوصي کې سدا وچلېوي ام البته دا د پی 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 موضوع خو وزارت مالیه پورې اړوند شیګوې وقایت قرارداد دی ورته پیدا کی لږنه کونکه کومه کوه لري وزارت زراعت نه من کولای شو ا ما کولای شي جوابي دی وي مسولیت په دې ارتباط باندې او وڅ فکر کوم چې د وزارت مالیه نم دا خبره لکه چې زوی اداري امور ته غسی و شيږي په هر حال من ګم دغه تا مغيو یعنی کوشش کوم چې دا شای زرت زرا غسی فعال سي وزارت مالیه د پی 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 ډپارټمنټ تر کومه پورې معلوماته د غو شرایط کیو د غو شرایط لږ زړه ډیر ثقيل وو او په سکتور خصوصي کې څو کاذر نسول سي په غو شرایطو باندې دا مسلهونه واخلی نو مخپله mm <laughs> او په دفتر وزارت خلق او ته موہدات ورکرای دي سي او دي وزارت مالیه سره دا خبر بحثو کی او اشراتو کی څه تغیر راسی او موږ په دې باندې بحث کوو چې دا هیڅ موږ ته फायदा نه کوي چې شرکتونه مصلخونو جوړ شي واغ دي کلونو لپاره بیکاره پاتې ان شاء الله ډیر وخت لپاره بیکار نه پاتې کیږي او واغه به سي ان شاء الله قرار دیورته واغه سي پیدا شي زافرانو په ارتباط باندې زفران سوال دومم به می ارتباط بود خب احسای ما تولید نشان میده که امسال 21 تن تولید زعفران داشتیم احسای افغانستان بسیار دقیق نیست متاسفانه و ما به یاد ما چند سال قبل تولیدات ما کمتر از دو تن بود ای یک انکشاف خوبی است برای سکتور زفران افغانستان خب شکایاتی است که از ایران میایه این طرف مال قاچاق میشه و باز از چیز میشه صادر میشه قیمت در قسمت پایان آمدن قیمت من فکر میکردم که این موضوع کرونا زیاد نقش داشت همه بازارها با اصطلاح مصوبات خود از استادان وا در نه دغه موورد بلکې در مووارد ديګر الګبي بینه قيمت تي له موتور بشور پایانه مده او په خاطر کې مصرف تیل در دنیا پایانه مده مصرف زعفران هم پایانه مده به اساس و دي کې مواد خام اکثرا قیمتش نوسانات می داشته باشه یک سال است که قیمت بسیار بلند می باشه سال بعدی پایان می آید این جز جزء یعنی استقرار و ثبات قیمت ها در, در سیستم اقتصاد بازار بسیار مشکل است آدم یعنی یعنی گارانتی کرده امید است که سال آینده ما بهتر باشه ما موضوع قاچاق قاچاق زعفران تحقیق کردیم از وزارت داخله مردم خواستیم از امنیت ملی خواستیم از وزارت مالیه از خود چیز از مقام ولایت هرات خواستیم اکثرا به این فکر بودن که اگر ما در گمرکات سکنر نصب کنیم که اس مگم فعال نیستند در بسیاری جا جلوی گرفته میشه خدا کنه که امی ام تاثیری کنه ولی یک قاچاق وقتی میشه که در یک بازار برای یک امتحا بسیار تقاضا موجود باشه خب از یک لحاظ نشان میده که البته در افغانستان یک تقاضای زیادی برای چیز موجود بود و هم یا معلوم نیست که در ارقام چقدر دقیق است یعنی چقدر مقدار قاچاق شده و خب بعضی دلایل غیر مشروع هم دارن که ضرور نیست که به این جاله قسمت صحبت کنم خلاصه که سکتور زعفران ما تولیدش زیاد شده میره انشاءالله که قیمت ها هم وقتی که مار... مارکت حالت نرمال به خود بگیره امکان که و هم پس به حالت نرمال خود بیایه و یک اندازه باید توقعی را داشته باشیم که در قیمت در سیستم بازار نوسانات در قیمت میباشه در همان نقاط دنیا موضوع است موضوع دیگه از مربوط واردات گوشت مرغ بود از پاکستان یادآور شدین خب تولیدات داخلی خود ما در حدود 220 هزار تن است در حالی که تقاضا بری بیشتر از 290 هزار تن است ما تقریبا بین 70 تا 75000 هزار تن ما وارد میکنیم و او اکثرا از پاکستان چی میشه وارد میشه خب پالیسی به ارتباط موجود است که باید مرغای نباشه که بسیار کنه باشن و بسیار عمر داشته باشن و از لحاظ سی و قدر خوب نمی باشه ولی ای که تا چی اندازه کاملا این مراعت میشه در سرحدات یک موضوع زیر سوال است ما ای را یاداش کردیم در این سفر که ما به جلال رفتیم وجا شرکت های مرغداری از این شکایت کردن و ما انشالله در این دی نزدیک با امرای اونا صحبت خواهیم کرد که را چطور میتونیم السلام عليكم آه، منتجات زراعي آه، تنك مخارجا ميان و دم وقتی که محصولات از یعنی وقت خرمن به اصطلاح او وقت از ما میخرن و باز پس به با، افغانستان صادر میکنن خب ان که تا اندازه همی ها یا سردخانه های سفری را که سفر انرژی را که ساختیم تا اندازه هم ظرفیت ما را بلند میبره که ما ایره نگاه کرده بتانیم. ام با می سفر های سفری که داریم اونا سه چهار ماه مقدر نگاه کرده میتونن و اونا هم کسایی که از جمعی خرن و پس به ما صادر میکنن اونا هم این بعد سه چهار ماه این کار میکنن و ما این ظرفیت هم در حالت انکشاف دادن هستیم به قسمه که در بیانی خود گفتم که امسال هم سال گذشته در حدود ده هزار از این سردخانه های خورده را ساخته این از یک و نیم هزار تا دو هزار سردخانه دیگه میسازیم که ظرفیت ما بلند میشه و در پالوی از ما ماشین های خوشکن خر خریدیم که توضیح می کنیم سال آینده رو توضیح می کنیم این هم ظرفیت ما را بیشتر می خب کل مشکل ممکن حل نشوه ولی یک قسمتی از این مشکل حل میشه و هر سال ما کوشش میکنیم که مشکل کمتر بسازیم به ارتباط سردخانه های کلان ا <تضحكّم> خب <قصدق> <تضحكّم> <تضحكّم> مؤسسات خصوصی اونا برای ما معلوماتی که داده شده در حدود 50 سردخانه نسبتا کلان دارن خو رقم کلان است از طرف دولت 12 سردخانه تا 14 سردخانه شروع شده ولی سال گذشته به اندازه کافی بودیجه نبود که اونا تکمیل شوند این سردخانه مربوط بودیجه در اول مربوط وزارت زراعت بود ولی بعدا این به شرکت ملی داده شد و مو بودیجه که مربوط به وزارت زراعت بود ما او را به اونا انتقال دادیم فعلا او 12 یا 14 سردخانه که است او ما مربوط به یعنی شرکت ملی میدانیم که اونا او را بودیشان تکمیل کنند در سال 1400 برای ما برای سه صد خانه بودیجه داده شده کشش که انشالله ما کوشش میکنیم که او را به اون وقتش اعمار کنیم و برای سال آینده او را قبل استفاده بسازیم فکر میکنیم این سوال بود که شما تا شکر فکر کنم خب دو سوال دیگه هم داریم اونا را میریم اینا را بدین اول تشکر وزیر صاحب رحمت الله از آجانس سفغان نیوز هر چند سوال ما تقریبا تکراری است و مشابه همکار ما است اتحادی مرغدارا شکایت ازی داشت که اون حکومت از ما حمایت نمیکنه و تقریبا اتحادیه محصولات مرغداری تا 50 درصد و ورشکست شده قبلا آمارهای وجود داشت که ما افغانستان در قسمت تولید تولید گوشت مرغ و تخم مرغ 70 تا 80 درصد به خودکفایی رسیده مشکل در کجاست شکر سوال بعدی سوال بکنم؟ از من ما... یک کوتاه یک سوال بسیار کوتاه خب بفرمایید دستانه بلند نکدین از خاطر من متوجه نشدم شما بفرمایید لطفا تشکر ما علی رضا احمدی هستم از روزنامه افغانستان ما وزیر صاحب اگر ممکن است بگین که از بودجه انکشافی چقدر معاش دادیم تشکر از بودجه انکشافی چقدر چقدر معاش پرداخت شده چه مقدار معاش از بودجه انکشافی پرداخت شده معاش خب معاش ماموری کسایی که در پروژه کار کرده تشکر سوال بعدی را هم از همکارم می داشته باشیم اگه سوال داشت تشکر حمید مددی است مثلا وطندار. دار خب قسمی که شاید خودتان هم وزیر صاحب در جریان باشید که آبهای زیر زمینی کابل و چند ولایت زراعتی کشور در حال پایین رفتن هستند نگرانی خود وزارت زراعت چی است دیگه قسمتی دی که کاهش آبهای زیر زمینی تولیدات زراعتی را هم صدمه میزنه اگر این مورد بگویید اگر سوال دیگه ای نیست که به جواب بریم اگر از سوالا را جمع کنیم بفرمایید شما تشکر <تصفح> <تصفح> مرزا رضایی از آژانس خبری پژواک سوال ما در مورد عواید وزارت زراعت و مالداری است درباره اواید اواید آیا عواید اداره ای کاهش یافته و یا افزایش و میشه مقدارشون به ما بگین که چه افزایش چه سوال آخری رو تشکر وزیر صاحب ما بهنود هستم خبرنگار تلویزیون خورشید وزیر صاحب در لیست ورقی که به ما داده شده هفتن به دادستانی معرفی شده از, از وزارت زراعت به اتهام فساد اینا در چه رده هایی بودن و کی ها هستن؟ نفهمیدم ببخشید خب تکرار میکنم تکرار کنین هفت نفر وزیر صاحب از وزارت زراعت در لیست شما آمده یا یاداشت شما آمده که به والی معرفی شدن به اتهام فساد اینا چه کسایی بودن و در چه رده هایی بودن؟ بحث دیگه ما در خیلی از محصولات زراعتی امسال وزیر صاحب افزایش داشتیم مثلا برنج ما سی درصد افزایش داشتیم این تو یک آمار کلی یا یک ارقام مجموعی دارین شما که مجموع ارزیش ارزش که از محصولات زراعتی است چقدر است از ارزش که از افزایش محصولات زراعتی است چقدر است وزیر صاحب ما در بادغیس یک باغ خوب پسته داریم اونجا که متاسفانه خیلی سالهاست که گرچه به اثر نامنه ها آسیب هم دیده است مشخصا در قسمت از این باغ خیلی با مشکلات روبرو است جمعآوری محصولات اینا و حتی مالیه ای که طالبا از اونجا میگیره فعلا وضعیت همین باغ چگونه است ای یک سرمایه ملی است بسیار کلان هم است اونجا باغ بادغیس گفتید آ پسه بادغیس تشکر بفرمایید وزیر صاحب خب تشکر خب گفتیم که اتحادیه مرغداران شکایت دارن که از ما حمایت نمیشه خب تا قرارداد برایشان داده نشده سال گذشته برایشان قرارداد داده شد. از طرف حکومت قوای امنیتی ما یعنی از وزارت البته از بودجه وزارت دفاع تقریبا ما شنیدیم سعی نیستم دیگر که دو دی سی گوشت مرغ از مرغداری از تولیدات داخلی خریده شده. و تا اندازه که برای تا جایی که برای من معلومات هست امسال هم همی قرارداد باز امضا میشه و ممکن نمی حدود 30000 باشه کمیته تدارکات ملی از وزارت خواسته بود که ظرفیت شرکت های مرغداری را تشخیص بتن و ما یک چند روز قبل او ظرفیت برشان روان کردیم و امکان دارد دا این وقتا با امرشان قرارداد صورت بگیره که یک حمایت بسیار کلان است طبعا اونا برای تولید برای بازار داخلی تولیدات میکنن مردم عوام مکلانترین مصرف کننده یا مستحلیکین امتعه هستن ولی حکومت هم اگر یک مقدار از میخرن یک مقدار گرانتی شده یک کمک بسیار کلان است من فکر میکردم که سال قبل حکومت که این من قرار داده با مرغدارا داشتن یک تاثیر بسیار خوب سر صنعت مرغداری شده خو آ گفتن که یک وقتی بود که ما تقریبا واردات منع کرده بودیم و پس واردات اجازه دادیم خب اگر ضرورت ما در حدود 290 هزار تن باشه و ما تولید ما در بهترین حالت 220 هزار باشه طبعا در بازار کمی می آید او را باید توری مدیریت می شد که اونم چیزی کمبودی که هستک او از واردات می آمد اما کنترل می شد که از او زیادتر نبی آیا. جنسیتش بهتر باشه و قیمت ها هم باید مراد شد خب هم حکومت ها هم انسان ها به مرور زمان یاد می گیرن در یک ممکن ما میره انشاءالله در آینده بهتر مدیریت میکنیم تنها البته تنها وظیفه وزارت زراعت نیست به کل حکومت تعلق میگیره ولی با اندازه کافی ما فکر میکنم که حمایت حکومت از سکتور مرغداری است و اصلا حمایت حکومت است که هم از لحاظ تعرفه و هم از لحاظ خرید مستقیم از انها با اصل رشد اینا شدن و ما شان صحبت میکنیم باید اونا تشکر از حکومت کنن که این قسمت یک سیاست حمایوی را در چند سال گذشته ترکیب کردند ما شما از بدیجه انکشافی خب ما با پروژه های داریم که غیر اختیاری است از طرف دونرا داده میشه و نه استخدام مامورین نه بر اساس رهنمودی که حکومت وضع کرده به نام این با مطابق قزو به پیش میره ما مقدارش برای معلوم نیست اگر برای دوستا معلوم باشه از بودیجه کسای معلوم باشه که برایشان بگوین ولی ما یک تعداد زیاد افغانایی داریم که اونا خارج از تشکیل دولت از رای بودیجه از رای پروژه استخدام میشن و اونا پولشان از طرف بودیجه داده میشه از بودیجه انکشافی قسمت غیر اختیاری برشان داده میشه ولی خوشبختانه وزارت زراعت یک تعداد زیادی از این قسم همتالان ما را استخدام کرده که سطح معاشاتشان مثلا از 20 هزار گرفته تا دو صد آزار را بلند بیرن ولی تعداد کمشان ممکن به اون معاشات بلند باشن اکثرتشان به با این معاشات پایین تر هستن بازم اه کسا دوستایی که ایجا ششتن اگر بر اونا معلومات باشن که بسارت مشخص چقدر از این پول به معاشات مصرف میشه به چیز ندارم معلومات چیز ندارم آبهای زیر زمینی ابهای زیر زمینی خوب یک مشکل است که گرچه این مشکل مربوط به کار وزارت زراعت نیست فعلا صحیح کار وزارت زراعت زیاتر آب سر زمین است در مزرعه است آبی که مهار کردن آب و تهیه آب زیاتر مربوط به اداره آب میشه و یک مشکلی است و انشالله که اونا هم متوجه هستند انشالله که رفع خواهد شد اواید وزارت در سال 1399 در حدود 420 میلیون افغانی بود که نسبت به سال گذشته 200 درصد افزایش یافته است خب بسیاری تصدیه که سابق مربوط به وزارت زراعت بودن اونا فعلا مربوط به وزارت زراعت نیست مثلا کانال ننگرهار مربوط به وزارت زراعت بود فعلا وزارت زراعت او ملکیت شرکت ملی شده و اونا از اینجا میگیرن به اساس تصدی که بسیار عواید بلند داشتن او فعلا مربوط به وزارت نیستن هفت نفری که به سارموالی معرفی شده خب دوسیه هایشان از طرف تفتیش بررسی شده من اسمایشان را نمیدانم که کیها بودن ولی دوستا حتما ایجا هستن کسایی که اونا ممکن بفهمند ممکن خوبم نباشه که ما اسمایشان را اینجا فعلا خب میره دوستایی که مساحه کار میکنن باز میتونن که معلومات عرضه کنن محصولات زراعتی مجموعش چقدر است ما پیشتر گفتم که 28 فیصد عاید ملی کشور از زراعت است سر سیستم آبیاری و ایناش موضوعات داشتن که اما او را هم احیا میشه تشکر بخیر باشه بسم الله الرحمن الرحیم در ارتباط معاشات شما سوال کردین تشکیلات رسمی وزارت زراعت 7506 نفر است و در پلوی از از برنامه مختلفی که ما داریم در حدود 1240 نفر کارمندای پروژوی داریم که تمام کارمندای پروژوی ما از طریق رقابت ازاد با اساس معیارای این استخدام شدن شاید سوال شما سر اجرای معاشات سال جدید مالی باشه که معاشات سال جدید مالی منتظر تصویب بودجه است که هنوز قرارداد از این نهایی نشده در سال گذشته تمام معاشات اجرا شده و مشکل وجود نداشته تشکر بسم الله الرحمن الرحیم با اجازه وزیر سپ همکاران در کمیسیون دسترسی به اطلاعات رئیس گرامی و جورنالست عزیز ما جزئیات کامل دادیم ما فقط یک وضاحت میدم تمام موضوعاتی را که جناب وزیر سبب اشاره کردن به شمول قراردادها که جزء امو شخص های کمیسون دسترسی به اطلاعات هست و ماده پانزه قانون دسترسی به اطلاعات ما در جریان دو روز نشر کردیم شما میتونین از طریق وبسایت ما ای را به شکل کامل دریافت بکنین در کنار زو به بهش فلاش دفترتون قرار داده میشه تمام موضوعات را که وزیر سیب گفت در چهار کاتگوری طبقه بندی شده معلومات یعنی در هفت سکتور اطلاعات دریج موجود است به شمول سنت ها ویدیو های خام از تمام سکتور های که جناب وزیر سیب گفت به شکل جدی موجود است عکس ها برای آجانس ها و روزنامه به شکل جدی موجود است شما میتونین با لوگای خود چون تعدادش زیاد است هم ویدیو ها هم عکس استفاده بکنین در این حال از تمام سکتورهایی که جناب وزیر سه براه کردن به شکل طبقه بدنی شده این موجود است که با توجه به که ساحه وزارت وسیع است جناب وزیر سه بشاره کردن آمار و ارقام بسیار زیاد است در این خلاصه شده تمام سوال که دارین به شمول تفتیش دوست ما اشاره کردن ریاست تفتیش سالانه بررسی که دارن اجرای به حضور ندارن هفت از کارمندایی بوده که در موارد مختلف وقتی بررسی شده به سارنوالی فرستاده که او مسئولیت تحقیق به عهده سارنوالی است جزئیات دیگر هم اگر شما خواسته باشید، ما میشه که اسناد از را خدمت شما بفرستیم تشکر تشکر آقای مزبان فکر کنم چیز گفتنی داره مهربانی کنین مزبا صاحب نه وزیر صاحب ځفه کوم چې سوالونه خلاصو دي زوالي مصبي معلومات لرسي کمیسن نه فقب زه غوښتنلارم زه در ټولو هغه ادارونو شته تر ازي غوښتنمه دا چې دا کومه تخصصي ادارې شي د لیکه د سکتور د زراعت سکتور د دوی پهغه مسله باندې ډیر توجه وکي چې کوم د دوی بنیادي مسایل دي لکه په افغانستان کې موږ ډیر صادرات د وڑولر او یو وستون زیااده چې دا وړه چې دل ترازی د دوه غو پسته کې چې دا هغه تن لری کیږي چې دا به زين صحیح ستون دې رمست کی او لبله خواز مونګ ډیره للمیز مکه و ساغن لری دا اصلات نلری چې کوم شکل دی نو دا یو ډیره تخصصي او استادو اداره په اړه موجوده یعنی کدس په یو اصلاح شوی تخم باندې کار وشي چې هغه ډېر لوګو بوته اړتیا ولري ترڅو زمونږ غل للمي حاصلات چې مونږ د وچکلې د لاسا د لاسا ورکړې دي دا تر یو هدا بیرته جبران شي او د خو مخکې تاسو ویله په خپل خبرو کې چې زمونږ غ حساسې مواد غذایی مواد شي دي یو غنیم دي او یو یم بریج دي او زغبلہ د دسه یو ساحه شاهد ما چې التبه مخ کې ډیر زیات للمي حاصلات کیدل په شمالي کې یو زاید کوی صافی د لاندې د لمونې چدی مونږ ته ډاگ وای پورې ډاگ نو التبه زخت زیات حاصلات کیدل حتی مونږ ته هم رسیدل وې سالت اصل دم رقم شوې دي چې د مغي سیمه خلق کله دې تړکیږي چې د بازار نه وړه واخلي نو داس ما یو پېسلابني یو روخت نه و ک چې تاسو اداره دې موضوع ته یا دې تورته نور موجودګان شي دي چې هغه ځین منشي و دي ته توجه ولري ډېر مننه اتمان موږ تاسو بغبانې کارکو دي څنګه دی وچز مکننه یودي بغ دي غزا ستراتيجي په دې بندي سره کار کوو هم د خبرو ته هغه متوجي دي سې څنګه کولی شو د کوم وبوزینا موږ د زمکو نه استفادې وکولې لمي زمکو نه استفادې وکولې ا م وهاتمند پدیبان دې څخه مننه کوم از وزیر صاحب اقای احدی حضرین درتالو رضای کوم سینو د سترسي به ادلات و خبرنګاران عزیز ما برنامه حسابدهي دولت به ملت امروز ما همینځه به پایان میرسه وخت ته همګي به خیر خوشامد دي